تو سال 2007 بود که اولین نسخه شبیه سازی نید فور اسپید به نام پرو استریت عرضه شد، اما نتونست عملکرد خوبی رو از خودش به جا بذاره و به یه بازی متوسط رو به ضعیف تبدیل شد. این در حالیه که 2 سال بعد الکترونیک آرتس به واسطه اسلایتی مد استودیوز بازی نید فور اسپید شیفت رو عرضه کرد، یه بازی شبیه ساز رانندگی دیگه از مجموعه نید فور اسپید که این بار تونست به موفقیت برسه و مخاطبای این سری رو حسابی سرگرم کنه. یکی از مواردی که باعث موفقیت شیفت شد هندلینگ بسیار خوب ماشین ها در طول پیست ماشین سواری بود که هر ماشین سیستم کنترل و هدایت مخصوص به خودش رو داشت. از طرفی وجود مسابقات متنوع و متعدد در 19 پیست مختلف از دیگر مواردی بودن که نید فور اسپید شیفت رو به یه بازی سرگرم کننده تبدیل کردن. کاربری جدید نید فور اسپید همیشه این سری رو به حضور پلیس ها میشناسن، موردی که تو نسخه های اخیر خیلی ازش استفاده شده. با این حال یکی از نسخه های قدیمی که به بهترین شکل ممکن از پلیس ها استفاده کرد نید فور اسپید هات پرسویت 2 محصول سال 2006 بود. تو این بازی پلیس ها علاوه بر این که میتونستن از سیم خاردار و مسدود کردن جاده استفاده کنن، هلیکوپترهایی رو برای تعقیبتون میفرستادن که میتونست با یه سری بمب های مخصوص شما رو منهدم کنه. همچنین هات پرسویت 2 اولین نسخه از مجموعه نید فور اسپید بود که مخاطب تو نقش پلیس هم قرار میداد تا مراحل مخصوص به خودشون انجام بدن. با اینکه تو سال 2010 هم ریبوت هات پرسویت منتشر شد و بازی خوبی هم از آب در اومد، اما نتونست موفقیت دو نسخه قدیمی این سری رو تکرار کنه. الکترونیک آرتس با 2 نسخه از آندرگراند سعی کرد نید فور اسپید رو تو سطح جدیدی قرار بده و یه انقلاب رو شکل داد که تو نسخه موست‌وانتد به تکامل رسید، انقلابی که شاید مثلش دیگه تکرار نشه. وجود یه بخش داستانی هیجان انگیز و رقابت برای پس گرفتن چیزی که به شما تعلق داره، مواردی هم که موست‌وانتد رو به یکی از خاطر انگیزترین نسخه های نید فور اسپید تبدیل کردن. همچنین جهان باز موست‌وانتد در کنار شخصی سازی های پرجزئیات ماشین ها و تعقیب و گریزهای نفسگیر چیزایی هن که این روزها تو نید فور اسپید دیده میشن، اما اون حس و حال و لذت موست‌وانتد رو دیگه ندارن. این نسخه هم تو سال 2012 ریبوت شد و انتظار میرفت که کرایتریون گیمز بتونه بخشی از خاطرات هوادارا رو زنده کنه، اما تو انجام این کار موفق نبود و بازی ساخته شده فقط اسم نید فور اسپید موست‌وانتد رو یدک میکشید. استودیوی EA بلک باکس تو سال 2003 بازی نید فور اسپید آندرگراند رو خلق کرد که شروع یه انقلاب بزرگ تو سبک ریسینگ آرکید بود. وجود شخصی سازی های مختلف، مسابقات شبانه هیجان انگیز جهان باز از ویژگی هایی بودن که آندرگراند رو به یه نسخه متفاوت نسبت به ساختهای قبلی تبدیل کرد. همچنین گرافیک و طراحی های بصری سری نید فور اسپید هم از این نسخه شکل و شمایل جدیدی به خودشون گرفتن و واقع گرایانه تر از قبل شدن. نید فور اسپید آندرگراند جز اون بازی هاییه که با یه ریسک خیلی بزرگ ساخته میشن و به موفقیت هم میرسن. قطعا دلیل این موفقیت رو میشه استفاده مناسب از منابع دونست، چیزی که خیلی وقته تیم سازنده نسخه های فعلی نید فور اسپید اونو فراموش کرد. اما اولین نسخه‌ای که از هوش مصنوعی و ساختار تعقیب و گریز جدیدی برای پلیس‌ها در سری نید فور اسپید استفاده کرد، نید فور اسپید هات پرسویت بود.
البته پلیس‌ها تو این بازی خیلی کار خاصی نمی‌کردن و اذیتشون به یه سیم خاردار کف جاده و مسدود کردن راه شما ختم می‌شد. اما لذت رقابت و فرار از دست پلیس‌ها تو نیت فور اسپید هات پرسویت خیلی بالاتر بود. تو نسخه اول تنها یه ماشین پلیس شما رو تعقیب می‌کرد، اما اینجا از سیستمی استفاده شده بود که بیش از یه پلیس بتونه شما رو تعقیب و اذیت کنه. همچنین تیم سازنده از ماشین‌های زیادی برای گیمرها استفاده کرده بود که بتونن به راحتی ماشین مورد علاقه‌شون رو بردارن و مسابقه بدن. اینم بگیم که نسخه راین‌های شخصی بازی به شما اجازه میداد که تو نقش پلیس هم قرار بگیرید، چیزی که 3 سال بعد به عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی در اختیار کاربرا قرار داده شد.